حضرت مولوی میفرماید عشق یعنی خداوند میفرماید که ما همه چیز به خاطر تو آفریدیم و تو میگی ما همه چیم به خاطر تو گذاشتیم. سلام، خوش آمدیم به برنامه رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز امشب ورزشکارای خیلی قوی و همونطور پر از استعداد مهمان برنامه ما شدن که به خاطر دو سیت موبایل 10,000 افغانی و 500,000 جایزه بزرگ برنامه رو در رو با همدیگه رقابت کنن. میریم استقبال گرم کنیم نخست از فامیل مردان آهنین. دوستا خوب تشویقشان کنید که سرتیم مردان آهنین اول استاد نجیب است. خوش آمدید به برنامه. خدا معرفی کنیم به اعضای تیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون شما. نجیب الله یوبی هستم، رئیس مردان آهنین و پاورلیفتینگ. بسیار عالی. امید جان یوبی هستم، قهرمان مردان آهنین افغانستان و صفت جان یوبی هستم، قهرمان بازی طلایی و پاورلیفتینگ افغانستان. بسیار عالی. دوستا خوب تشکر کنید قهرمانان عزیز ما را. من طرف فامیل پاورلیفتینگ که استاد محمد عزیز سرتیمین. خوش آمدین به برنامه. خدا معرفی کنیم به اعضای تیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بینندگان محترم برنامه دلپذیر رو در رو. خوش آمدید. و حاضرین در تالار. محمد الله کتوازی هستم، یک تن از ورزشکاران فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین. نور احمد سخیزاده، یک تن از قهرمانان رشته پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان و رئیس فدراسیون ولایت پروان. عزیز عماس، یک تن از ورزشکاران پاورلیفتینگ و مردان آهنین و قهرمان چندین مرتبه‌ای ورزش افغانستان در رشته مردان آهنین و پاورلیفتینگ. بسیار عالی. دوستان قهرمانان ما رو خوب تشویق کنیم. شروع می‌کنیم برنامه رو با نام یاد خدا و از دو سر تیم خواهش میکنم که تشریف بیارن و سوال اول برنامه جواب بدن. دوستا تشویقشان کنیم. بفرمایید. سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر ضروری شده و 8 جواب گرفته. بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند میکند چقدر است؟ استاد نجیب. 500 کیلو است در پاورلیفتینگ. 500 کیلو. نبود. 100 نفر نفهمیدیم. 100 نفر. استاد محمد، بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند میکند چقدر است؟ 200 کیلو. 200 کیلوگرم. جواب شما بود. مشورت کنیم میریم و سوال رو واگذار میکنیم در تیم مردان آهنین. میرم. تشکر استاد نجیب عزیز. استاد نورمحمد، بیشترین وزنی که یک وزنبردار حرفه‌ای بلند میکنه در مسابقات چند کیلوگرم است؟ 300 کیلوگرم. 300 کیلوگرم. جوابتان بود. عزیز جان، بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند می‌کند چقدر است؟ 250. 250 کیلوگرم بود. استاد محمد، بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند می‌کند چقدر است؟ 200 کیلوگرم. نه، جواب نه باید می‌دادیم. استاد نور احمد، یک وزنبردار حرفه‌ای بیشترین وزنی که برمی‌داره در مسابقات چقدر است؟ 350 کیلوگرم. نبود. مشورت کنه فامیل مردان آهنین. استاد عزیز، بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند می‌کند چقدر است؟ 150 کیلو. 150 کیلوگرم. نبود. صفت جان، بیشترین وزنی را که یک وزنبردار حرفه‌ای در مسابقات بلند می‌کند چقدر است؟ 220. 220 کیلو. امید جان، 220. موافق هستین. استاد نجیب، شما موافق هستین یا جواب نه میدین؟ نه، موافق هستم. موافق هستین. نبود. من فهمیدم 100 نفر شما اگه پیدا کنین از طرف ما ملحق کنین و امتیاز آمد 33 امتیاز طرف فامیل پاورلیفتینگ. دوستا تشویقشان کنین. جوابایی که مانده رو با من یک جا بخونی. نمبر 7 230 10 کیلو کم بود. نمبر 5 190. نمبر 3 175. نمبر 2 340 و نمبر 1 160 کیلوگرم. بریم سراغ سوال دوم از استاد نور احمد و امید عزیز. خواهش میکنم تشریف بیارم و دوستا خوب تشویق و اشتراک کنید. خوش آمدید. سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 7 جواب گرفتن. یکی از ورزش های نمایشی را نام ببرید. امید جان. مردان آهنین. مردان آهنین. وزنه‌برداری همون جزو با مردان آهنین میشه، درست است؟ استاد نور احمد، یکی از ورزش‌های نمایشی نام ببرید. پرورش اندام. پرورش اندام. بیشترین امتیاز امروز استاد نور احمد. میریم آموزش می‌کنیم. میرم. تشکر امید جان. استاد عزیز، یکی از ورزش‌های نمایشی را نام ببرید. والیبال. نبود. استاد محمد، یکی از ورزش‌های نمایشی را نام ببرید. ژیمناستیک. ژیمناستیک. بود. استاد نور احمد، یکی از ورزش‌های نمایشی نام بگیریم. بوسکشی. بوسکشی بود جوابتان. استاد عزیز، یکی از ورزش‌های نمایشی را نام بگیریم. تیراندازی. نبود. معاشره کنه فامیل مردان آهنین. استاد محمد، یکی از ورزش‌های نمایشی نام بگیریم. یک، دو، سه. پرورش اندام. پرورش اندام. هست پرورش اندام نبود. صفت جان، یکی از ورزش‌های نمایشی نام بگی. فوتبال. فوتبال. امید جان. کشتی. کشتی. استاد نجیب، با صفت جان موافق هستی یا امید جان یا جواب نه امیدی؟ نه، با صفت جان موافق هستم. فوتبال؟ بله. فوتبال. فوتبال استری استایل که حرکات نمایشی داخل او انجام میشه و امتیاز آمد طرف مردان آهنین که 79 امتیاز گرفتن. دوستا تشویقشان کنه. جوابایی که مانده رو با ما یک جا بلند بخونین. دوستا نمبر 7 اسکی روی یخ، نمبر 5 دوش. این ورزش‌های نمایشی بود. ورزش‌های زیادی هست ولی 100 نفر انتخاب من رو نزنین مقصد. سعید وطن‌دار عزیزم جای نرین. با دو قهرمانا امشب که مهمان برنامه شدن برنامه ادامه داره. وقفه میگیریم زود برمیگردیم. با ادامه مرحله اول قبل از او تشکر از حامیان برنامه. اکسپول قوی‌ترین، خوشمزه‌ترین و خوش‌طعم‌ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت هم از آن اکسپول است. شما هم نوش جان کرده میتونین. میریم سراغ سوال سوم برنامه. از نفرای سوم خواهش میکنم تشریف بیارن. استاد عزیز و صفت عزیز بفرمایین. دوستا تشویقشون کنید. آماده هسته. سوالی که پرسان میکنم از شما دوستای عزیزم، بین 100 نفر سروی شده و 5 جواب گرفته. یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام استاد عزیز. حرکت درست رفتن. حرکت درست رفتن وزنه. نبود. صفت جان، یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام ببر. فیزیک بالا. قدرت بدنی بلند. جواب آواز که استفاده جان میری یا واگذار میکنی سوالا میرم. دوستا تشویق کنید. استاد عزیز ممنون. استاد نجیب، یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام بگیرید. اخلاق خوب. هست اخلاق خوب بود جواب. امید جان، یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام بگیرید. لباس منظم. جواب نبود. صفت جان، یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام بگیرید. تکنیک. نبود. معاشره کنه فامیل پاورلیفتینگ. استاد نجیب، یکی از ویژگی های یک وزنه‌بردار حرفه‌ای نام بگیرید. گوش با جاری سیستم مربی دادن، یعنی گوش کردن به حرفای مربی. نبود. عزیز جان، یکی از ویژگی‌های خوب یک وزنه‌بردار حرفه‌ای چی هست؟ وزن بالا داشته باشه. وزن بالا، خودش وزن بالا داشته باشه. استاد نور احمد، تمرینات درست. تمرینات درست. استاد محمد، وزن بالا، تمرینات درست. کدام یا خودتان جواب نمی‌دین؟ تمرینات با وقت و زمان. نبود. و 82 امتیاز دیگه آمد طرف فامیل مردان آهنین. جوابایی که مانده رو با من یک جا دوستا بلند بخونه. نمبر 5 محبوبیت، 4 صحتمند بودن و نمبر 1 اندام مناسب. جواب عزیز جان در ایجا بود. خب خیر باشه. میریم. فعلا هیچ فامیل برنده نشده. سوال چهارم ما سرنوشت یک فامیله، هم مردان آهنین و هم پاورلیفتینگ مشخص میکنن که دوباره از دو سرتیم عزیز استاد محمد و استاد نجیب خواهش می‌کنم دوستا تشویقشان کنید که تشریف بیارن سوال جواب بدن. آماده هستیم. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده و 3 جواب گرفته. یک نوع غذا را نام ببرید که یک ورزشکار باید از آن کمتر استفاده کند. استاد محمد، 3 ثانیه زمان دارید. چربی. غذای پرچرب. برندترین امتیاز همراه نقل گرفتید. مشوره کنید میریم یا واگذار میکنید سوالا؟ میریم. تشکر استاد نجیب، شانس از دست دادین. خیر باشه. استاد نور احمد، یک نوع غذا رو نام برد که یک ورزشکار باید از او کمتر استفاده کنه. غذایی که کمتر استفاده کنه. 1، 2، 3. نمک زیاد. نبود. عزیز، یک نوع غذا را نام ببر که یک ورزشکار باید از او کمتر استفاده کنه. غذای سرخ شده. نبود. مشوره کنید شما. استاد محمد، یک نوع غذا را نام برد که یک ورزشکار باید از آن کمتر استفاده کنه. شیرینی باب بود. استاد نور احمد یک جواب مانده. یک نوع غذا را نام ببر که یک ورزشکار باید از او کمتر استفاده کنه. غذای نشایسته زیاد داشته باشه نباید استفاده کنی. غذایی که نشاسته زیاد داشته باشه. نبود. من حدس میزنم یک جواب، شاید هم شما فهمیده باشین. صفت جان، یک نوع غذا رو نام بر که یک ورزشکار باید از او کمتر استفاده کنه. 1، 2، 3، 4. غذای امید جان، یک نوع غذا رو نام بگی که یک ورزشکار باید از او کمتر استفاده کنه. غذاهای پاچه. استاد نجیب همراه امید موافق هستین؟ صفت جواب نداد یا جواب ناامیدین؟ امید پاچه. نبود. بعد 219 امتیاز آمد طرف پاورلیفتینگ. فعلا هیچ فامیل برنده نشده. هنوزم برنده نشده. امتیازها رو پوره نکردم. من خودم حدس میزنم، چون من خودم وقتی تمرین میکنم استاد به من غذاهای فست فود زیاد نخو. درست است؟ آفرین. نمبر 3 من حدس میزنم که همی است. نمبر 3 غذاهای زود پس، یا همون که شاملش میشه سمبوسه هست، پیتزا هست یا هر چیز دیگه. و فعلا هیچ فامیل برنده نشده. سوالی که وزن یارو کم میکنه. و از نفرات دوم استاد نور احمد و امید جان خواهش میکنم تشریف بیارن به این سوال جواب بدن. دوستا تشویقش کنم. آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، از هر کس، از هر شخص پرسان کنی میگه یک جواب داره. حرف اول کلمه ورزش چیست؟ واو. امید جواب داد. واو. امید جان امتیاز گرفتی از استادت. بفرمایید. سنش بالا رفته دستش. بفرمایید. و فامیل مردان آهنین با گرفتن امتیاز سوال 5 برنده مرحله اول شدن. دوستان خوب تشویقشان کنید. و تشکر از شرکت خالد لمر به خاطر هدیه دادن 2 موبایل اسمارت و موبایل ای ساده به فامیل برنده ما. خالد لمر یگانه برند فروشات موبایل با نمایندگی های فعال در سطح شهر و ولایات. شرکت تجارتی خالد لمر نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. تبریکتان باشه، مبارکتان باشه. یک موبایل اسمارت 4 سیم کارته و یک موبایل ساده 2 سیم کارته با آنتندهی فوق العاده خدمت شما و مبلغ 10,000 افغانی هم از طرف برنامه زیبای رو در رو و فامیل برنده ما اهدا میشه. اگر می اجازه بدین من همیه وصفت بتون. اجازه هست؟ مشکل نیست. از شما که نمیشه اجازه گرفت. صفت جان تبریکتان باشه. مبارک باشه. شما یک مشوره خیلی کوتاه کنین، 2 نفر انتخاب کنین، من زود برمیگردم پیشتان. بسیار برنامه عالی داشتم. 252 امتیاز هم گرفتین. خوش شانس یاری نکه. دیگه ان شاء الله به هدفایی که دارین برسین و به مسابقاتی که دوست دارین با او درجاتی که دوست داریم برسیم. استاد شکر. محمد، استاد نور احمد، عزیز جان، دوستا تشویق کنید. بسیار خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه. انتخاب کردیم ما و جناب کتابوزایی. خب میخوان هر دو ورزشکار بریم. بسیار عالی دوستا تشویقشان کنید. بفرمایید بفرمایید. نام خدا دو نفر آمدین که ما در بینتان یک چیچه نکنیم. خب کتابوزایی سبم دست تمار هستی. نه 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 او دست تا ما شاتم خراب میشه از خاطر مرلت میکنیم. کدامتان میریم تا قاران و کدامتان اول به سوالات مرحله دوم جواب میتین؟ برای جناب کتابوزایی سب برای خب شما جواب میتین؟ ما جواب. بفرما استاد محمد. دوستا تشویقشان کنیم. وطندارا هیچ جایی نرین. با دو قهرمانان که مهمان برنامه شدن مرحله دوم من پیش میریم. مرحله با شور و هیجان ادامه داره. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم. چینل تبدیل نکنین. زود برمیگردیم. وقفه داریم. بعد اینجا برنامه مردان آهنین و مردان پاورلیفتینگ افغانستان. استاد نجیب خوش آمدین به مرحله دوم. تبریکتان باشه. مرحله اول استاد نجیب عزیز در این مرحله من 20 ثانیه زمان به شما میتونم. 5 سوال پرسان میکنم. استاد محمد اگه اشتباه نکنم داخل اتاق آرام هست و صدای ما و شما را نمیشنوه و سوالی اگه نتونستین جواب بدین بگین بگذر. در آخر اگه ثانیه ها باقی مان دوباره پرسان میکنم. آماده هستین؟ و بلند جواب بدین. بخیتون همکارای عزیزم 20 ثانیه را آماده کنین. بجز منازل چیزی نام ببرید که چند طبقه ای است. برج. در کدام قسمت شهر کابل موترهای لینی بیشتر است؟ سرای شمالی. معمولا لباس ورزشکاران با کدام رنگ ها بیشتر موجود است؟ آبی. چیزی نام ببرید که در دست بیشتر مردان دیده می شود. در دست مرد ساعت. حیوانی را نام ببرید که به رنگ سیاه و سفید موجود است. گرگ. تایمتان پوره شد. بسیار خوب جواب دادین استاد نجیب. دوستان خوب تشویق کنین. استاد نجیب ما ازت پرسان کردم که بجز منازل چیزی نام ببرید که چند طبقه ای است و شما گفتین برج. چند امتیاز میتونه داشته باشه برج؟ 9 امتیاز. خوب امتیاز گرفت. سوال دوم پرسان کردم استاد نجیب در کدام قسمت شهر کابل موترهای لینی بیشتر است؟ سرای شمالی. 22 امتیاز. خوب امتیاز. سوال سوم پرسان کردم معمولا لباس ورزشکاران با کدام رنگ ها بیشتر موجود است؟ آبی. 10 امتیاز. سوال چهارم پرسان کردم چیزی نام ببرید که در دست بیشتر مردان دیده می شود. ساعت. 19 امتیاز. 60 امتیاز سوال گرفتیم. سوال پنجم پرسان کردم حیوانی را نام ببرید که به رنگ سیاه و سفید موجود است. نگرفته بود جواب شما را. نگرفته بود. خیر باشه 60 امتیاز گرفتین. استاد نجیب عزیز موفق باشین در همین عرصه های زندگی و انشالله که همیشه صحتمند باشین. باعث افتخار ما هستین. خوش آمدین استاد نجیب. دوستان تشویقتون کنم. بفرمایید. و از استاد محمد خواهش میکنم که بیا 5 سوال تکراری دوباره جواب بده و دوستا خوب تشویقشان هم کنین که تشویق آوردن. بفرمایید. استاد محمد خوش آمدین. خوش آمدین. استاد نجیب 5 سوال جواب داد امتیاز خوب گرفت. دوباره من 25 ثانیه براتون زمان میتونم. 5 سوال تکراری پرسان میکنم. اگه جواب تکراری بدین این صدا رو میشنوین و جوابتان رو چنج کنین و اگه نتونستین سوال یا جواب بتین بگین بگذر. در آخر اگه ثانیه ها باقی من دوباره پرسان میکنم و سوالای من رو بلند جواب بتین. آماده هستین؟ آماده هستم. بجز منازل چیزی نام ببرید که چند طبقه ای است؟ مارکت های تجارتی. در کدام قسمت شهر کابل موترهای لینی بیشتر است؟ دی افغانا. معمولا لباس ورزشکاران با کدام رنگ ها بیشتر موجود است؟ رنگ سیاه و سفید. چیزی نام ببرید که در دست بیشتر مردان دیده می شود. تلفن. حیوانی را نام ببرید که به رنگ سیاه و سفید موجود است. گاو. بسیار عالی جواب دادید. دوستا تشویقشان کنید. بفرمایید استاد محمد. بفرمایید. استاد محمد عزیز سوال اول ازتان پرسان کردم که بجز منازل چیزی نام ببرید که چند طبقه ای است. مارکت تجارتی. 12 امتیاز. و بلندترین امتیازی میفهمید چی بود؟ کیک. من گفته بودم بجز منازل چیزی نام ببرین. درست. سوال دوم پرسان کردم که در کدام قسمت شهر کابل موترهای لینی بیشتر است؟ دی افغانان. 40 امتیاز. و بلندترین امتیاز هم دی افغانان بود. سوال سوم پرسان کردم معمولا لباس ورزشکاران با کدام رنگ بیشتر موجود است؟ سیاه و سفید هر دو جواب گرفته. 6 امتیاز و بلندتر امتیاز فقط سفید بود. شما باید دو جواب دادین. سوال چهارم پرسان کردم که چیزی نام ببرید که در دست بیشتر مردان دیده می شود. موبایل. 11 امتیاز و بلندتر امتیاز ای همو انگشتر بوده. من حدسم درست از آب در آمد. سوال پنجم پرسان کردم حیوانی را نام ببر که به رنگ سیاه و سفید موجود است و شما گفتین گاو. 10 امتیاز و بلندترین امتیازی خرس پاندا بود که سیاه و سفید است. استاد محمد 139 امتیاز گرفتیم دیگه. خوب امتیاز هم گرفتیم و یک اتفاق خوب هم کردین، در دو تا اومدین. بازم به هر دو تیم تبریک باشه. قربان شما. استاد محمد خوب تشریح کنیم. بفرمایید استاد محمد. خوش آمدید به برنامه. تشکر از سامیان برنامه. اکسپول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت هم از اکسپول است. از خالد لمر موبایل های جدید با آخرین تکنولوژی جهان به دست آوردن می توانید. خالد لمر با سابقه 17 ساله به شما وطندارای عزیزم افتخار می آفرینه. حالا اگه میخواین که به برنامه رو در رو تشریف بیارین، پس به 456 زنگ بزنین، کلید 622 را فشار بدین. بعد از شنیدن همون صدای بیپ پیام خدا بانین، صدایتان را روان کنین با ما، نام خودتان و اعضای فامیلتان را بگیرین و در آخر کلید علامت نمره را فشار بدین. شما را ما دعوت میکنیم به برنامه زیبای ما و تشکر از شما که اینجا حضور پیدا کردین و تا فردا شب که باز من مهمان خانه های شما میشم، شما را به الله حق و بی همتا میسپارم. شب بخیر.